به نام خداوند بخشاینده مهربان، شاگردان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستم که باز هم با یک درس جدید در خدمت شما هستم. آرزو میکنم همه شما تا پایان این بحث ما را همراهی نمایید. شاگردان عزیز، درس امروزی ما و شما به ادامه درس های قبلی کلمات مستقل بعد از صفت رسیدیم به قید و انواع. در نخست خوب هست دوستان عزیز قید را تعریف کنیم، یعنی به این معنا که یک آشنایی مختصر و کوتاه با قید داشته باشیم، بعد بریم به سراغ موضوعات بعدی. قید را دوستان عزیز قسم تعریف میکنند، میگن کلمه است که معنای فعل را در جمله چی میکنه؟ مشخص میسازد. یا به عبارت دیگر اگر بیان بکنیم، عین وظیفه را که صفت برای اسم انجام میداد، قید همو کار را برای کی انجام میده؟ برای فعل انجام میده. به این معنی که حالت و چگونگی یک فعل را در جمله برای ما و شما بیان میکنه. پس قید تعریفش این شد که کلمه است که معنای فعل را در جمله مشخص میسازد. بعد دوستان عزیز، قید را وقتی که ما و شما میخوانیم، وظیفه، نقش و کارکردش به لحاظ دستوری و گرامری چیست؟ به این معنا که اگر ما قید را دانستیم، این قید در حقیقت دوستان عزیز چه نقشی را در یک متن برای ما شما چی میکنه؟ برای ما شما ایفا میکنه. ما اینجا نوشته کردیم وظیفه یا نقش و کارکرد قید، محدود و مشخص ساختن معنای فعل در جمله. چرا دوستان عزیز محدود و مشخص می سازه؟ به دلیل از اینکه فعل در داخل یک متن یا فعل مثلا در یک جمله با مسائل و موضوعات خیلی زیاد ارتباط داره. بنابراین هر کدامی از این موضوع را برای شما مشخص، واضح و برجسته می سازه تا اینکه در ذهن شما ابهام باقی نمانه. این موضوعات از قرار زیل است. مثلا وقتی که یک فعل انجام شد، محل وقوع این فعل در کدام قسمت این فعل اتفاق افتید، وقت وقوع فعل یعنی زمانش را برای ما شما مشخص می سازد، چرایی وقوع فعل، این فعل چرا اتفاق افتید، کمیت وقوع فعل و مسائل از این قبیل. بنابراین قید وظیفش این است که در حقیقت معنای فعل در جمله معین و مشخص و محدود می سازد. بعد شاگردان عزیز، بحث بعدیش تقسیمات قید یا انواع قید. قید را از انواع مختلفش دوستان عزیز تقسیم کردن. اولین تقسیم بندیش قید، تقسیماتش از لحاظ شکلی. از لحاظ شکلی دوستان عزیز ما دو نوع قید داریم، یک قیود ساده، دوم قیود مرکب. قیود ساده به قیود گفته می شود یا قید ساده، قیدی از دوستان عزیز که فقط یک جز داشته باشه. قید ساده قیدی است که یک جز داشته باشه، مانند روز، شب، به این معنا که قابلیت تجزیه را نداشته باشه. قیود مرکب میگه عبارت از قیودی هستند که از یک جز بیشتر داشته باشه، مانند گاه گاه که در حقیقتی از دو جز ساخته شده، دیوانوار که دیوانوار هم خودش از دو جز ساخته شده. بنابراین قید مرکب قیدی است که از یک جز بیشتر داشته. بعد تقسیم بندی بعدیش دوستان عزیز، انواع قید از لحاظ معنایی، از لحاظ مفهوم. از لحاظ معنایی و مفهوم دوستان عزیز ما قیود خیلی زیادی داریم، تقریبا 20 و چند نوع است. اما انواع مهم و اساسیش ما در ایجا نوشتیم و برای شما بیان میکنم. اولین بحثش میگه قید زمان. از نامش معلوم است که وقت وقوع فعل برای شما بیان میکنه، یعنی فعل اگر انجام شده در کدام وقت و در کدام زمان، مانند حالا، فردا، امشب. مثلا فردا به دیدارش میروم. کلمه فردا در اینجا چی است؟ قید است، قید زمان، به این معنا که رفتن مرا زمانش را مشخص می سازد که فردا باشه.
یا مثلا امشب درس خواهم خوان و امثال هم. بحث بعدیش قید مکان. قید مکان از نامش معلوم است دوستان عزیز، محل وقوع فعل یا یک حادثه را برای ما و شما بیان میکنه. مثلا مثالهایش بیرون، درون، بالا، پایین و امثال هم. مثالش را در متن ببینه، میگه حادثه بیرون از شهر اتفاق افتید. حادثه بیرون از شهر اتفاق افتید. کلمه بیرون در اینجا دوستان عزیز قید است. از کدام قید؟ قید مکان. یا مثلا احمد را در دانشگاه کابل ملاقات خواهم کرد. دانشگاه کابل قید است، قید مکان. بحث بعدیش قید تاکید. قید تاکید دوستان عزیز معنای فعل را شدت میده. شدت بخشیدن معنای فعل در حقیقت قید چیز؟ قید تاکید است. مثال هایش مثلا بدون شک، البته و امثال ها. بدون شک که به دیدارش می روم. بدون شک که به دیدارش می روم. دوستان عزیز کلمه بدون شک در اینجا قید هست. قید چی؟ قید تاکید. یعنی بر رفتنمه چی میکنه؟ تاکید و پافشاری. بحث بعدیش دوستان عزیز قید نفی است. قید نفی در حقیقت عدم وقوع فعل را تایید میکنن. عدم یعنی فعل ما انجام نشده. انجام نشدن فعل را تایید میکنن. مانند هرگز، ابدا، هیچ و امثال هم. مثالش میگه هرگز نخواهم بخشیدش یا هرگز او را نخواهم بخشید. اینجا کلمه هرگز دوستان عزیز قید است. قید چی؟ قید نفیه. یا مثال دیگهش میگه که هرگز نان نخواهم خورد. هرگز در حقیقت دوستان عزیز قید است. قید چی؟ قید نفیه. یعنی عمل را، عدم انجامش را تایید میکنه. بحث آخریش قید نتیجه دوستان عزیز. نتیجه، سرانجام و برایند کار را برای ما و شما بیان میکنه. مثالهایش سرانجام، عاقبت، بالاخره. در این متن مثالش ببینه، میگه سرانجام چهره مبارکش را دیدم. یعنی بعد از کوشش خیلی زیاد نتیجه این شد که من چهره مبارک حضرت بزرگوار را دیدم. پس کلمه سرانجام در اینجا چیست؟ قید از قید نتیجه. یک تقسیم بندی دیگه هم دوستان عزیز از قید صورت گرفته است که بسیار فشرده برای شما بیان میکنم. میگن در کلیت ما دو نوع قید داریم، یکی قیود مختص، یکی قیود مشترک. مختص به قیود گفته می شود که برای همیشه قید هستند. یعنی مادام العمر وظیفه چی را انجام می دهند؟ وظیفه قید را انجام می دهند. مثال هایش البته، هرگز و مثال هایی که قبلا برای شما بیان کردم. اما یک نوع قید دیگه است به نام قیود مشترک یاد می شود. به این معنی دوستان عزیز بعض وقت قید هستند، بعض وقت از حالت قید می برند شکل صفت یا اسم را به خودشان می گیرند. مانند خوب و بد. در این مثال شما توجه بکنید خوبتر میفهمید. میگه احمد خوب میخواند. در حقیقت این خوب دوستان عزیز معنای خواندن را مشخص ساخته. پس اینجا از لحاظ گرامری چیست؟ خوب قید است. اما اگر اینمی خوب در یک جمله دیگه استفاده شود دیگه قید نیست، بلکه چی را بیان میکنه؟ صفت را. احمد پسر خوب است. اگر کسی پرسان کنه خوب حالا در این جمله چی است؟ پس ما گفته نمیتونیم که خوب چی است؟ قید است. بلکه در این جمله خوب صفت احمد است که در حقیقت خوب بودنش را بیان کرده. بنابراین قیود مشترک قیودی هستند که بعض وقتا قید و بعض وقتا صفت واقع می شود. ای بود شاگردان عزیز درس امروزی ما و شما. تا درس بعد خداوند نگهدار.